سرخط خبرها خط لوله مشترک ایران و اسرائیل نقطه قوت توافق با امارات متحده عربی وزیر ارتباطات وقتی پلتفرم مورد استفاده مردم بسته می شود از فیلتر شکن استفاده می کنند نایب رئیس انجمن داروسازان ایران نگرانیم اتفاق کمبود ماسک برای واکسن فلانزا هم تکرار شود لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید. در حالی که بیشتر هیاهو و جنجال توافق اسرائیل و امارات متحده عربی بر بخش‌های فناوری، بهداشت و درمان، آموزش و گردشگری متمرکز است، شاید این توافق بیش از همه به نفع خط لوله نفتی باشد که اسرائیل زمانی در یک طرح مشترک مخفیانه با ایران راه اندازی کرده بود. اکنون که امارات متحده عربی به هشت دهه بایکوت اسرائیل پایان داده است و احتمال می‌رود سایر کشورهای نفتخیز منطقه خلیج فارس نیز همین سیاست را کند اسرائیل در تجارت انرژی منطقه سیاست و سرمایه گذاری های بزرگ نفتی نقش مهمتری ایفا می کند این ایفای نقش با خط لوله کمتر استفاده شده اما بسیار راهبردی آغاز می شود مدیران شرکت اسرائیلی خط لوله اروپا آسیا می گویند این خط لوله 255 کیلومتری از دریای سرخ تا دریای مدیترانه امتداد دارد و هم گزینه ارزانتر نسبت به کانال سوئز مصر است و هم به شبکه خط لوله قبیله عرب متصل می شود که نفت و گاز را نه تنها به منطقه بلکه به سایر بنادر جهان انتقال می دهد. خط لوله ایلات، اشکلون، حوزه نفت را که قلب تپنده اقتصاد خلیج فارس است، وارد توافق اسرائیل و امارات متحده عربی می کند و می تواند از سرمایهگذاری در خط لوله اسرائیلی گرفته تا استفاده از آن برای انتقال گاز طبیعی و اتصال آن به خط لوله های عربستان سعودی و خاورمیانه را شامل شود. خط لوله قناة اشکلون یک پروژه عظیم ملی بود که بیش از 60 سال پیش در پی بحران سوئز در 1956 با هدف تضمین تامین ذخایر انرژی اسرائیل و اروپا ساخته شد. جمال عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر در آن زمان حمل و نقل از طریق کانال سوئز را محدود کرده بود که حمله اسرائیل، بریتانیا و فرانسه را در پی داشت. تلاش‌های بعدی مصر برای بستن این آبراه 192 کیلومتری در جنگ‌های سالهای 1967 و 1973 میان عربها و اسرائیل نیز نقش داشت. بیشتر نفت این خط لوله از ایران می که در دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی روابط نزدیک اما محتاطانه با اسرائیل داشت. در سال 1968 ایران و اسرائیل در پروژه مشترک برای صادرات نفت خام ایران از خاک اسرائیل و سپس ارسال آن به اروپا شرکت خط لوله اشکلون را با سهم برابر ثبت کردند به نظر می رسد در اوایل آغاز به کار پروژه مارک ریچ تاجر میلیاردر بلژیکی واسطه فروش نفت انتقالی از این خط لوله بوده است در سال 2015 بنابر حکم دادگاهی در سوئیس اسرائیل می بایست قرامتی یک و یک دهم میلیارد دلاری به عنوان سهم سود ایران از این خط لوله مشترک می پرداخت که اسرائیل از پرداخت آن سر بازد. در حالی که این خط لوله قرار بود نفت ایران را به شمال و نواحی مدیترانه انتقال دهد اکنون میتواند در مسیر معکوس کار کند و نفت آذربایجان و قزاقستان را از بندر اشکلان به خلیج عقبه انتقال دهد تا به چین کره جنوبی و سایر کشورهای آسیایی ارسال شود خط لوله که دیگری نیز به موازات خط لوله نفت خام فراورده های نفتی مانند بنزین و گازوئیل را منتقل می کند. امتیاز این خط لوله بر کانال سوئز قابلیت پایانه های اشکلون و ایلات برای پهلو گرفتن عبر های عظیمی است که به دلیل بزرگی ابعاد امکان عبور از این کانال را ندارند. با توجه به اینکه تعرفه عبور کانال سوئز به 300 تا 400 هزار دلار رسیده است، این خط لوله به اسرائیل امکان می به مشتریان تخفیف قابل توجهی بدهد توافق میان امارات متحده عربی و اسرائیل به خط لوله ایلات اشکلون این امکان را می دهد تا فعالیت های علنی را از سر بگیرد و اسرائیل به طور رسمی وارد حوزه تجارت نفت شود محمد جواد آذری جهرامی وزیر ارتباطات روز گذشته در برنامه یک روز تازه شبکه پنج صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاضر شد و درباره مسائل مختلفی صحبت کرد اما یکی از مهمترین مسائلی که در مصاحبه تلویزیونی وزیر ارتباطات بیان شد موضوع فیلترینگ شبکه های اجتماعی و البته استفاده مردم از فیلتر شکن ها بود دو سال پس از فیلتر شدن تلگرام بارها زمزمههایی درباره فیلتر شدن اینستاگرام که حالا تنها شبکه اجتماعی فراگیر و فیلتر نشده در ایران است مطرح شده حتی ابتدای امسال نیز نمایندگان مجلس جدید از فعالیت اینستاگرام در کشور تحت عنوان کودتای فرهنگی نیز یاد کردند با این وجود جهرامی امروز در رابطه با پلتفرم های پرطرفدار خارجی و بحث فیلترینگ گفت زمانی که یک پلتفرم که مورد استفاده حجم عظیمی از مردم است را به خاطر یک مشکل ببندید طبیعی است که مردم با این حکم مقابله می کنند و به دنبال استفاده از فیلتر شکن می از وزارت ارتباطات هم خواسته می شود که جلوی فعالیت فیلتر شکن ها گرفته شود. وقتی بیش از سی میلیون نفر دنبال فیلتر شکن هستند، باید لشکری هم آماده شود تا با فیلتر شکن ها مقابله کند. آذری جهرومی در این مصاحبه تلویزیونی به روند کلی فیلترینگ و فروش فیلتر شکن هم تاخت و آن را غیر منطقی بیان کرد. از نظر من نه در فیلترینگ و نه در فروش وی پی منطقی وجود ندارد و معیار مشخصی هم برای مردم و در برخی موارد برای ما نیز وجود ندارد جهرمی در سه سال اخیر از هر فرصت رسانه ای استفاده کرده تا سایه فیلترینگ را از مجموعه وزارت ارتباطات دور کند و به مردم توضیح دهد که او و وزارت مطبوعش قادر به تصمیم گیری اثر بر فیلتر شدن یا رفع فیلتر شبکه های اجتماعی ندارند و گفت اختیار قط و فیلترینگ در قانون به وزیر ارتباطات داده نشده و وزارت ارتباطات مسئولیت توسعه این حوزه را دارد و مبنای مانیز قانون است ما موظف به تبعیت از قانون هستیم حتی اگر از آن راضی نباشیم من هم به حکم قانون وزیر هستم و تا در این موقعیت قرار دارم باید از قانون تبعیت کنم علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به افزایش تقاضا برای واکسن آنفولانزا و سهمیه بسیار کم داروخانه ها گفت نگران هستیم که اتفاق ماسک برای واکسن آنفولانزا تکرار شود نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با اشاره به اینکه مردم توقع دارند واکسن آنفولانزا را از داروخانه ها تهیه کنند گفت شاید سهمیه هر داروخانه به ده عدد واکسن هم نرسد و در این شرایط همان اتفاقی که برای ماسک در داروخانه ها افتاد برای واکسن آنفولانزا هم تکرار خواهد شد و با حجم زیادی از تقاضا و کمبود واکسن مواجه خواهیم شد او گفت که متاسفانه سهمیه‌ای که برای هر داروخانه در نظر گرفتند می تواند جوابگوی نیاز پرسنل داروخانه باشد افزود که پرسنل داروخانه در مواجهه با مردا و بیماران قرار دارند و می بایست این واکسن را بزنند فاطمی همزمان گفت که حجم زیادی از واکسن آنفولانزا قرار است از طریق معاونت بهداشت وزارت بهداشت به صورت رایگان در اختیار بیماران خاص قرار گیرد. نایب رئیس انجمن داروسازان ایران درباره نحوه توزیع واکسن آنفولانزا در سطح داروخانه های کشور نیز گفت که شرکت های پخش برای سفارش واکسن به داروخانه ها آمدند اما فعلا از توزیع واکسن خبری نیست.